ویدیو در رابطه با همکاری در رابطه با این طرح بازیافت هستش که حالا یه طرحیه که تو اینترنت در زمینه مدیریت پسماند داره اجرا میشه و یه سایت داره، یه سطل زباله هوشمند و یه الگوریتمی هوش مصنوعی و سخت افزار که بتونن بحث بازیافت رو بهتر مدیریت کنن. یه سطل زباله است که قراره با یه هوش مصنوعی ساخت موزیک و پردازش تصویر هم احتمالاً ترکیب بشه و اونجا چیکار بکنه. مثلا فرض کنین موزیک رو از کاربر بگیره و موزیکی که مثلا موزیک سلام علیکم آقای دکتر آقای استاد حسن کسایی این رو بره به چی تبدیل کنه؟ به یک موزیکی که حالا مثلا اینجا میبینیم، یه ویالون و یا فلوت رو اون تم بذاره، اون صدا بذاره. و این پست و این اطلاعات، این لینک، این امکان به شما میده که بتونین این کار بکنید. حالا همین رو ما میخواییم بذاریم تو این به حساب این سطح زبالی که اوتومات درش باز و بسته میشه و یه میکروفون ساده به حساب 20,000 تومانی وقتی روش قرار بگیره و با این کدها تنظیم بشه، اطلاعات به این نتیجه میرسه. من اطلاعاتشو توی زبان انگلیسی هم گذاشتم، حالا چند تا آگهی هم دادم برای این طرح که کسایی که دوست دارن بیان، ولی خب حالا کمتر استقبال شده ازشون. طرح متن باز هست و هر کسی میتونه اطلاعاتش از سایت گیت‌هاب برداره. تو ایران شاید خیلی علاقمند نیستن، ولی کلا با بچه‌ای که الان تو این زمینه کار میکنن و یه آقایی که الان تو این زمینه دارن هم وردپرس و بقیه چیزا رو دنبال میکنن، من بهشون همکاریه که دارم و آموزشایی که بلد هستم و بهشون وقتی ارائه میدم یه ویدیو هم معمولا میسازم. الان این یه ویدیو هم در همین رابطه است با این نرم‌افزار OSB استودیو که توی همین رابطه طراحی شده. حالا یه ویدیو قبلی بود که اون یه مشکلی داشت و من دوباره اونو خودم دارم ضبط میکنم. یکی از بچهای مهندسی در اصفهان که توی هم طرح دارن همکاری دارن، ایشون میخواست که یه دونه چیز نصب بکنه، اوبانتو رو کامپیوترش نصب بکنه. برای حالا بحث هوش مصنوعی معمولا این سیستم اوبانتو بیشتر استفاده میشن، کامپیوتر منم اوبانتوه و اینجا میتونید ببینید که مثلا چه تکنولوژی هست. یه دونه دیتیلز یا اوبانتو 18.04 که حالا من باش دارم کار میکنم و برای نصبش اگر بخواین اوبونتو نصب بکنین، و بهترین کار این که از این انجمن اسک اوبونتو استفاده کنین. اینا توضیح خوبی دادن، مثلا این گفته که چطور پارشیو بندی رو تنظیم بکنین. در اول گفته شما میرین مثلا سی دی یا یو اس بی رو میذارین داخلش، استپ 4 که برسین گفته که میتونین پارتیشن انتخاب بکنین، یعنی که اریز دیسک، یعنی اون چیزی که قبلا بوده. حالا ممکنه مثلا درایوتون ویندوز بوده یا مثلا یه 500 گیگشون یه هارد 2 ترا داشتن که 500 گیگش ویندوز بوده و رو همون نصب کردن. حالا مشکلاتی داشتن، این ویدیو هم برای همون بود، یعنی کار خطایابی کارشون بود. یا اینکه شما بیاین مثلا گزینه سامتینگ ایلس انتخاب بکنین و خودتون پارتیشن درایوتون بهش بگین. مثلا اینجا الان 85 گیگ پارتیشن درایو داره که یک برای نصب اوبونتو یا لینوکس شما باید یه درایو سواپ آریا داشته باشید که الان مثلا تو کامپیوتر منم این هست. فرض کنین یه دونه چیزی من دارم به اسم لینوکس سواپ که مثلا 22 گیگ، من تقریبا 2300 گیگ برای لینوکس هم گذاشتم، یه 22 گیگ رو برای سواپ گذاشتم. اینا بعضیشون 10 گیگ یا مثلا 500 مگابایت بر اساس اون چیزی که دارین این رو برای سواپ میذارن. اینا برای اینه که وقتی هایبرنت میکنین، کامپیوتر به حالت خواب میده، داده ها رو از رم بره توی هارد بریزه که بعد دوباره باز بتونه روشنش کنه. بعد یه چیز دیگه داره که درایو اصلیشه که کرنلشه. شما تو کرنل چیزی که دارین اینه که همون داده های اصلی مثل سی مایکام پروگرام فایل، اونجا داداتون اینجاست. و اینم مثلا فرض کنین توی مدل اسنپ مثلا نرم‌افزاری که نصب شده مثل آردینیو، نرم‌افزاری دیگه یا بخش دیگه مثلا لایبرری که نصب کردی تو این میرزه. بعد از اون هم یه چیزی داره که حالا این باید فرمتش لوجیکال بیگینری آف دیس اسپیس باشه که یعنی از فضای مثلا 80 گیگش از همون اول شروع کنی فضا رو بگیره. بعدم پارتیشن رو توی لینوکس EXT4 و این مدل پارتیشنش ویندوز NTFS. این داستان تا اینجاست. و یه درایو هوم هم میخواند که لینوکس یه درایو هوم داره. مثلا این الان درایو هوم منه که چی داره توش؟ مثلا ویدیو دانلود، پیکچر و چیزهای دیگه که مسائل شخصیه، ولی ما به این درایو کرنل دست نمیزنیم مگه اینکه بخوایم تو برنامه‌های کامپیوتر یه تغییر بدیم. مثلا یه جایی که نمیتونیم خیلی کاری بکنیم میریم کرنل رو یک دستگاهی میکنیم. الان بعضی از این چیزای من مثلا اینجا ریخته شده ولی درست نیست، یعنی بعد اینو پاک بشه دستگاهی هم نشه. با هوم تو درایو هوم فایلامونو می‌ریزیم و بقیه درایوام که حالا اگر ویندوز داریم، مثلا اینجا من یه ویندوز دارم، یه سری فیلم دارم تو درایو دیگه‌ام،
و این پارتیشن بندی سیستم ویندوز گفته. حالا هومتون رو هم میتونید بدین، این مونت پوینتش به جای خالی مثلا میتونه هوم باشه. و اینجا یه بار دیگه با سنیل گفته، گفته اگر شما میخواین حتی ویندوز هم داشته باشین میتونید یه درایو کنار اون 80 گیگتون، مثلا اگر درایو دیگه دارین یا همون درایو 80 گیگ رو بشکنین به چند تا درایو دیگه، مثلا یکیشو بذارین NTFS که اسمش هم میذارین ویندوز که بعدا روش ویندوز رو میتونین نصب کنین. بعد ایشون یه مشکلی برخورده بود و توی زمینه حالا این سرچ ها میتونه از این چیزا از این مسیر رو بره. خب در اصل کسی که میخواد نصب کنه مسیر رو میتونه بره این کار رو بکنه، ولی ایشون به مشکلی خورده بود که دوباره میخواست چیز رو نصب کنه با اوبونتو، یه مقداری به مشکل برخورد بود کار کردنش، دوباره میخواست ویندوز هم داشته باشه یا ویندوز روش نصب کنه. که من اون چیزایی که دیدم این بود که یه چند تا جستجو بود، اینا رو الان میارم اینجا. حالا من برای ویدیو این فایل رو درست کردم که این لینک ها رو باز میکنم که ببینین لینک هایی که برای این کار استفاده میشد. خب یکیش این بود که چجوری یه دونه ویندوز، یه دونه اوبونتو داری، دوباره میخوای یه دونه ریکاورینگ اوبونتو افتر اینستال ویندوز. شما یه ویندوز داری بعد میخوای حالا یه دونه اوبونتو روش نصب کنی یا برعکس. مثلا اینا اطلاعاتیه که به شما این چیزو میده که چطور این کارو بکنید. مثلا فرض کنین این بحث دوال بوت، وقتی مثلا دو تا ویندوز و اوبونتو با هم داری، این یکیشون مثلا اول نصب شده، اوبونتو اول نصب شده بعد ویندوز نصب شده یا برعکس، هر کدوم از اینا به خاطر اینکه پارتیشن درایوای چیزتون فرق میکنه، درایوای این اینجاست فکر کنم، درایو های پارتیشن بوتتون و یا درایو سی و ویندوزتون تفاوت میکنه. اینا یه سه شرایط ایجاد میکنه که باید دقت کنید توی نصب ویندوز یا اوبونتو. حالا این لینکی که من باز کردم مثلا این به شما ریکاوری رو امکان میده. خب شما مثلا فرض کنید دو تا ویندوز متفاوت دارید، این گزینا رو اگر بخونین یا حتی با ترنسلیت گوگل استفاده کنین و اینا رو ترجمه کنین میتونین بفهمین که چطوری میتونین مشکلات اوبونتو ویندوزتون رو حل کنین. تگ مهمه که چطور تگ انگلیسی رو پیدا کنین، مثلا ریکاورینگ اوبونتو افتر اینستال ویندوز، یعنی که شما یه ویندوز ساختی یا اوبونتو داشتی بعد یه ویندوز نصب کردی و بعد از اون دوباره اوبونتو رو دیگه دسترسی بهش نداری، مثلا میخوای دوال بوت داشته باشی، این چطوری حل میشه. و من توصیه میکنم از این ترجمه گوگل هم، اکستنشن ترجمه گوگل هم استفاده کنین. این ترجمه گوگل به شما سرعت ترجمه رو میده و چون سایت انگلیسی هم الان خیلی قویان میتونین چیز کنین، میتونین توی کار خودتون از این چیزا استفاده کنین، مترجم آنلاین به سرعت زیاد استفاده کنین. بعد یه اینم بذارم اینجا HTTP. بعد یه چیز جالب دیگه هم اینه که شما از این از این چیز هم میتونین اسپیچ تو تکستر استفاده کنین. اینم یه سایته که حالا اینشو بیاریم، ما اسم اصلیش اینجا، من آدرس رو کپی میکنم میذارم، این آدرسش اسپیچ تکستره و میتونین الان متنی که اینجا نوشته شده با همون صحبتی بوده که من این دکمه رو میزنم و یه تنظیم رو زبان میذارین، خودش هم حتی عکس و اینا رو هم میتونین بهش اضافه کنین. یعنی فرض کنین مثلا میتونین یه متن فایل رو که میخواین برای کارتون آماده کنین از این سیستم درست کنین و آخرم بهتون یه فایل چیز میده، یه فایل داکیومنت میده که این حالت چیزی که بزنین، دانلودی که بزنین میگه مثلا فایل داک باشه یا تکست باشه. اولا یه چیز دیگه، یه دونه نرم افزار آفیسه که ورده که میتونین باهاش راحت کار کنین. خب پس این بخش حالا بحث مسائل حل مسائل به حساب اوبونتو و اینکه از این افزار، از این اکستنشن کروم میتونین سریع متن رو بخونین، خیلی سریعتر کارتون بکنین. این مهمه که با سرعت انجام بدین. بعد یه مشکلی که ایشون داشتن این بود که نمیتونستن حالا اوبونتو رو پاک کنن دوباره همون ویندوز رو نصب کنن، چون ایشون گفتم پشیمون شدم که اوبونتو رو نصب کردم، میخوام دوباره ویندوز رو داشته باشم و بعد از اون باز یه اوبونتو کنارش داشته باشم. فرق نمیکنه، شما بالاخره میتونین اول اوبونتو رو نصب کنین یا ویندوز اول نصب کنین یا همون فضا رو مثلا به حساب بحث اینه که
کدومی که براتون راحت کار بکنه. ایشون با اوبونتو شده یه مشکلی داشت که دوباره قرار شد این کار بکنه که ویندوز رو نصب بکنه و اینم یه مشکلاتی از بابت بوت هستش. حالا اینجا مثلا گفته که نمیتونه ویندوز 10 رو بعد از اینکه اوبونتو نصب شده نمیشه نصب کرد. اینو این عنوان چیزشه، انگلیسیش، ترجمه فارسیشه. حالا میگه قادر به نصب ویندوز 10 بر روی اوبونتو نیست و این توضیحات رو داده و اینجا هم این راهنمایی کرده که برو توی با FN دکمه FN F12 رو بزن، فانکشن و F12 رو، بعد یا F2 رو یا F8 رو بزن، هر کدوم از کامپیوتر یه چیزی داره که بره به تنظیم بوتش و بوت آپشن کامپیوتری که دسترسی پیدا کردی اونجا این تغییر رو بده روی سیکیور بوت. اون رو تغییراتی که هست رو این سه تا عامل سیکیور بوت و لود لگسی و بوت لیست رو تغییر بده، از حالت سیکیور بوت دیزیبل کن و اینا رو بکن انیبل و بوت لیست هم لگیسی کن. البته خود این UTFS و لگیسی اینا مدل‌های مختلف پارتیشن‌های بوت خود ویندوز اوبونتو که حالا UEFI از هم سیکیوریتی بیشتری داره، امنیتی بیشتری داره، ولی خب اینجا الان یه مشکلی هست که عوضش میکنن به لگیسی تبدیل میکنن و این انجمن ها خیلی سریع کار را میندازن برای شما. اگر مشکلی برخوردین بعد بدونین که این احتمالاً خیلی به این مشکل برخوردن مثلا 3 سال 8 ماه پیش و 6000 نفر اینو نگاه کردن، یعنی یه مشکل مشهوره و حل شده. برای همین توصیه میکنم به سرعت از تگای انگلیسی استفاده کنین، مثل این مثلا ویندوز اینستال پرابلم فور یه مشکلی در نصبه و بعدم ویدیوهای زیادی هست. الان این دوتا ویدیو هم ویدیوهای خیلی خوبی هست و خود این کاری هم که انجام میشه خیلی سود داره، چون کسی که این سوالا رو میپرسن و جواب میدن اینا بعدن رزومه کاری به دست میارن. الان مثلا این آقا و یا این آقا اعتبارشون توی اینترنت میره بالا، حتی خود کسی که سوال میپرسه این اعتبارش میره بالا و توی این انجمنا مثلا فرض کن این آقا 130 تا اعتبار داره و 130 تا اعتبار داره و یه مثلا به عنوان نشانه مثلا چی بهش داده شده و توی بحث کار میتونه از این اعتباراتش استفاده کنه مثلا تو کشور خارجی. و این آقایی که مثلا جواب میده که خب بیشتر دیگه مثلا اینم حالا خیلی الان اعتبار زیادی نداره، ولی به هر حال مثلا تو انجمن دیگه هم میبینین مثلا اعتبارش بیشتر میره و اینا میتونن حتی بهشون چیز هم داده میشه، یعنی یه ایمیل های خاصی میگیرن که آقا مثلا شما اطلاعات تو اینترنت هست، اعتبارت هم بالاست، بیا برای فلان شرکت کار کن. من از این ایمیل ها یک دونه گرفتم ولی چون تیم نیست و اینو نمیتونم چیز کنم. بذاریم ببینم کجا هست. آره این شرکت تورینگه که اینجا حالا یه ایمیلیه که مثلا خودش رفته اطلاعات از همین استک اورفلو از این اکانتی که من دارم درآورده و گفته مثلا بر اساس اون امتیاز و این بحثا شما مثلا بیاین با این شرکت خارجی کار بکنین، ولی خب ما حالا تو جایی که هستیم مسائل هستی، کار کردن به این سادگی نیست با کشور خارجی. بعد در پایان من این ویدیو رو که دارم درست میکنم برای همین طرح، یعنی من الان حمایتی که از بچه‌ها میکنم به خاطر اینکه این طرح خیلی بس از نظر من راحت‌تر و سریع‌تر انجام بشه. حالا من چیزی که در چنته دارم میذارم که این کار انجام بشه، هرچند که با این که اعتبار داده دانشگاه بهش و این مسائل حتی یه اتاق 3 ماهه گرفته شده و با اینترنت و هم امکاناتی که در حد معمولی هست و حتی یه کارموز هم برای این طرح نیومده، یعنی کسی اومده که افرادی که اومدن یه روز موندن و فردا روز دیگه نبودن و حالا ما به صورت آنلاین با بچه‌ها داریم، بچه‌هایی که علاقه‌مندن کار می‌کنیم. یه آقای الان از اصفهان لطف کردن اومدن برای آموزش، ولی خب منم کاری که میتونم بکنم اینه که یه ویدیو اینجوری بسازم مثلا بذارم تو اینترنت بگم بخش مثلا کار با اوبونتو. علتش هم اینه که اوبونتو برای هوش مصنوعی خیلی مهمه، شما بخش هوش مصنوعی رو نیاز دارین که نرم افزاری مثل اوبونتو داشته باشین که نصب خیلی از کدا و اینا توی محیط اوبونتوست. به خاطر اینکه فرض کنین مثلا شما میخواین الان کد هوش مصنوعی موزیک رو اجرا کنین، این یک کدیه که تو فضای لینوکسی داره کار میکنه، چون لینوکس هم رایگانه. کسایی هم که با به حساب بحثای پایتون و نرم‌افزاری برنامه‌نویسی کار میکنن اینا با این ویندوز کار نمیکنن، با اوبونتو کار میکنن. بعد یه چیز دیگه هم این که کلن هم بحث خاصی نداره الان از نظر من، مثلا کسایی که میخوان با این پروژه کار بکنن این بحث آردینیو یه نرم‌افزاریه که سخت افزار و نرم‌افزاری که برای بچه‌ها درست شده که بچه‌ها بتونن تو مدارس با این مسائل آشنا بشن. خود ساخت همین سخت افزاری که اینجا الان هست ویدیوشو میبینین
یه کارتون ساده است با یه مثلا شاید یه سی پی یو میکرو کنترلری که مثلا حالا اسمش ممکنه شناخته شده نباشه تو ایران یا کمتر شناخته شده باشه، ولی ESP8266، ولی خیلی چیزای ساده، یعنی یه ویدیو تو اینترنت میزن یاد میگیرین که باش کار بکنین. کدام الان تو اینترنته؟ معمولا حالا تو جامعه ای که یه مقداری نگاه ها متفاوت باشه و انحصار دوست داشته باشن، اینا یه مقداری براشون خاصه، وگرنه چیزی نیست. و دکتر اصلی هم همینه، یعنی الان من یه چیزی راجع به این مترجم گفتم، اینکه به سرعت برین الان مسائل رو چک بکنین تو اینترنت. الان مثلا فرض کنین بحث سخت افزار این پیش میاد، من با آقایی که از اصفهان صحبت میکنن این ویدیو براشون درست کردم و تو خطایابی بودیم، صحبتمون این بود که توصیه من اینه که این سعی کنین از به سرعت از این چیزا استفاده کنین، از این مترجم و اینکه به زبان انگلیسی جستجو کنین. مثلا فقط میخواین مثلا یه سطح زباله هوشمند درست بکنین، سریع به انگلیسی بنویسین ترش بین، مثلا فرض کنین بذار من بنویسم ترش بین do it yourself مثلا، یا تگ DIY مثلا smart و مثلا آردوینو یه نفس، یه سخت افزار نفس داره، کلی الان اطلاعات میاد. شما میتونین مثلا ترنسلیت گوگل رو بزنین، کلی اطلاعات راجبش ببینین و مثلا گفته نحوه ساخت زبد زباله یا ویدیو میبینین که چیز خاصی نداره، فقط کافیه که پله پله برین جلو و این مثلا اطلاعات رو ببینین. ترجمه های گوگل هم الان خیلی خوب شده، اینا کلی چیز دارن، کلی فرصت یادگیری رو برای شما میذارن. مثلا تو یوتیوب الان ویدیوش هست کامل توضیح داده. اینا تو سایت های ایرانی به این صورت با این امکانات و با این کیفیت نیست، برای همین من توصیه میکنم از این فرصتی که الان هست استفاده کنین و به سرعت هم داره رشد میکنه. الان بحثی هست توی رابطه هوش مصنوعی، یه کوچولو من اینم بگم، این یه چیز جالبیه که من یه لحظه پاوزش کنم. خب ببینین مثلا هوش مصنوعی اینقدر رشد کرده که داره برنامه‌نویسی رو هم میگیره. خب مثلا کل این پروژه، فرض کنین این پروژه که اینجا برنامه‌نویسی داره و یا خود همین طراحی سایتی که الان داره، اینا داره الان هوش مصنوعی این کارا میکنه. این مثلا پروژه گیت هاب کوپایلت داره خود هوش مصنوعی برنامه رو می‌نویسه. مثلا گفته که یه متن نوشته، گفته فانکشن تو اد امیر ورد تو سنتر اف ایمیج، گفته کلمه امیر رو به وسط کلمه یا تصویر بذار. خودش فانکشنش رو توی جاوا مثلا نوشته. خب این الان فکر می‌کنم کد جاواست. آره کد فانکشن کامل نوشته، شما فقط کافی بهش بگی. حتی این رو هم مثلا میتونی با مترجم گوگل یا یه چیزی مثل این استفاده کنی، مثلا بذاری بگی که فرض کن مثلا add the number to مثلا چی، این حالا به فارسی داره میرسه، من به انگلیسی اگه بخوام بگم مثلا چی عوض میشه، مثلا انگلیش میشه و میشه add the number to center of image. ببینید دیگه خیلی سریع داره این کارا رو انجام میده و شما به سرعت میتونید از این تکنولوژی استفاده کنید و در نظر داشته باشید که اینا عوض میشه. یعنی دنیا الان داره با سرعت خیلی زیادی تغییر میکنه و اینکه از این تکنولوژی استفاده نکنین ممکنه بعدها هم فرصتایی از دست بره، همین که دیگه بحثای مثل این که یه مقدار عقبوندگی از کل این آموزش ها، هم فرصت چیز رو از شما میگیره، هم فرصت آموزش، یعنی شما زمانی که آزاد دارین میتونین تو پروژه های مثل این باشین یا پروژه های دیگه، و یا فرض کنین فرصت های مثلا کاری براتون هست، اینو به عنوان مهندس اینو زمان از دست رفته و به حساب هم فرصت خوشایند همکاری تیمیه که میتونین تو کارتون داشته باشین، حالا مثل این بحثی که اینجا هست مثلا، و یا اینکه مسائل زندگی رو بهتر میتونین حل بکنین. وقتی با این تکنولوژی و این امکان جستجوی سریع تو اینترنت آشنا هستین، میتونین الان فرض کنین مثلا میخواین یه برنامه تکنولوژی هوش مصنوعی برای برنامه نویسی رو چک کنین، میبینین میزنین AI write code auto، بعد کلی انتظارات هست، حتی خسته هستین نمیخواین مثل من مثلا بخونین متن رو، سریع این چند تا چیز اولیه رو میخونین، تکنولوژی روز رو به تاریخ مثلا 2021 و سالا و چیز اصلی رو گوگل برای شما میاره و میفهمین آخرین ترفند چیه مثلا، و یا پستی که اینجا هست ممکنه مثلا حتی به این سرعت نت مثلا از این هم سریع تر شده باشه. حالا این میگه مثلا در این لحظه مثلا تشخیص گربه رو سگ میده، ولی با کیفیت بیشتری هی دارن روش میکنن و سریع تر کارشون انجام میدن.
اینم که الان یه پروژه‌ایه که مثلا فرض کنین براتون موزیک رو، آهنگی رو که میخونین به موزیک تبدیل میکنه، در اصل بعد جیمیلتون عضو بشین، بعد برین رو گزینه ران تایم ران حالو بزنین و این میاد اینجا منتظر میشه که یه فایل مثلا 60 ثانیه‌ای رو بهش آپلود کنین، یه فایل 60 ثانیه‌ای مونو، یعنی مونو میکروفون رو بهش باید بدین، که حالا با نرم‌افزاری مثل آدیو ایسی اگر فایل میکروفون چپ و راست رو داره میتونین مونوش کنین، بهش میگن مونوفونیک. دارم میگم یعنی بحث اینه که اینا چیز خاصی نیست. اگر فرض کنین مثلا نمیدونین مونوفونیک چیه، خب الان یه گوگل میکنین مثلا میگین مونوفونیک چیه، اینو کپی میکنیم، ما کپی سلکشن میریم مثلا اینجا مینیسیم مونوفونیک، مثلا حتی آنلاین مثلا چی، آنلاین کانورت تو مونوفونیک، حالا MP3 مثلا یه فایلی دارین اینجا میان مثلا تبدیل میکنین به مونوفونیک آدیو کانورتر، از این سیستم استفاده میکنین کارتون به سرعت راه میفته دیگه. فقط اینه که برین از این کار استفاده کنین، چون خیلی ها من چیزی که متوجه شدم اینه که همین رو هم حالشون نداره، ولی میگم یعنی فرصت ها داره به سرعت از دست میره. این حالا کاری که من دارم میکنم تو این پروژه اینه که اینا رو به زبان انگلیسی بذارم و محدودیت هم خود آدمان، چون کیفیت من مترجم گوگل خوبه برای زبان فارسی، شما میتونید به سرعت این کار رو بکنید. بعد ویدیو یوتیوب رو ببینید. یه صحبت دیگه هم بود که برای اینترنت که تو ایران هستین، این سایت مثل آواگستر این یه اینترنت 3000 خورده یا 3000 گیگ رو به شما میده با قیمت 270 تومان برای 6 ماه و چه دیگه چیزی داره، سرعتش هم نامحدود داره، این امکانی به شما میده. و آپیشگامان هم یه چیز دیگه خوبه که تو این زمینه کار میکنه، ولی آواگستر الان چون سرعتش نامحدوده باز چیز داره پیشگامان.
از طریق آگهیهی مثل این که حالا تو اینترنت هست در جریان باشین. این الان یه نمونه است. علتش هم که متن فقط بانوانه داره اینه که من متوجه شدم که کار کردن با آقایون یک مقداری دچار مشکل هست. بعد حالا این شماره موبایل یه مشکلی توی بحثای حجم زیاد اطلاعات و اینا، اینکه یه جوری بر میخوره به بعضی ها. و اینکه این حجم از کارا رو میشه انجام داد و اینا، تو کار هم تیمی هم من اون چیزی که دیدم یه مقداری مشکلاتی وجود داشته. برای همین تجربه‌ای که داشتم تو کار خودم دیگه به این سمت رفتم با خانم کار کنم. الانم یه مقداری به این نتیجه دادم میرسم که تو ایران زیاد داره طول میکشه. این طرح فرض کنین 6 ماهه که همینجوری مونده و حتی مثلا فرض کنین توی میگم بحث این که بهش رتبه داده شده از سمت خود اون سیستم هم کارآموزی نیومده. مثلا دارم به این سمت میرم که این اطلاعات رو دیگه به زبان انگلیسی بذارم تو اینترنت و با این کسای دیگه ای که تو این زمینه کار میکنن. از طریق این گروه هایی که حالا هست، مثل این گروه که قبلا قرار بود ایرانی ها باشن توش، ولی دیگه چیزی که من دیدم بود که خارجی ها ریختن و اونا دارن فعالیت میکنن. اول من یه گروه درست کردم برای اینکه فقط آموزش های آکسفورد و دانشگاه آنلاین رو توش بذاریم. بعد دیدم خیلی تمایل دارن و این به این نتیجه رسیدم در کلم الان این طرح ها شاید مناسب تر برای اونا باشه. ولی ویدیو رو دارم به زبان انگلیسی میسازم چون جامعه ایرانی هم از این فرصت ها اگر استفاده کنه خیلی بهش کمک کنه. یعنی هدف من این بوده که در کنار اینکه این درکی پیدا کنم نسبت به وضعیت اطراف، یعنی الان متوجه بشم که چه اتفاقی میفته تو این سیستم که فرض کنین مثلا با اینکه یه طرح متن باز کامل و خیلی فراتر از اون یه چیزیه که الان هست، مثلا یه پول درون برنامه‌ای داره که خود این داستان دیگه ای داره، یا حتی فرض کن قوانینش و سهامش یه چیز جدیدی داره، اینکه توی این منطقه چرا فرض کنین مثلا علاقمند نیستن کسایی که حتی بیان خودشون طرحو بردارن. یعنی مثلا طرح رایگان رو بهشون میگی کل این کارم انجام شده، کل پروژهش هست، و اینکه این به این سمت نمیان این مقدار سواله. حتی این بحث مالی اینا رو هم مثلا من توی استارتاپ هایی که استارتاپ شو ها مثلا دنبال کردم، این نمونه شه که بحث مالیش رو آوردم و اینکه مثلا چقدر درآمد داره و خودش فقط از طریق همون سایتش، مثلا نه از طریق موزیکی که الان تو اینترنت میشه گذاشت. با این وجود چیزی که شد این بود که علاقمند نیستن دیگه. یعنی خود همین آموزش گذاشتن موزیک تو اینترنت یه فرصتیه که اگر این کار انجام بشه، فرض کنید مثلا یه طرح اینجوری یه موزیکی رو میسازه و این میره تو سایت یوتیوب و ساوندکلاود اتومات و هر توی کانال این چیز قرار میگیره، توی این کانال این سایت قرار میگیره، مثل این مثلا دف فلان یه کانالی که این افراد با جمع‌آوری پسماند مثلا یه موزیک رو هم می‌سازن اونجا می‌ذارن و به هر حال لطف می‌کنن. یعنی کل این قراره که سهام این پروژه مربوط به خود همین کسایی باشه که این سطح زباله‌دار دارن و یا موزیک رو می‌سازن و این سودی که به دست میاد برای اونا باشه. ولی با این وجود اینا اصلا قابل حساب نیست. یعنی اگر این طرح رشد بکنه، مثلا بازدیدای هر کدوم از این موزیکا و این مسائل انقدر درآمدی آنچنانی میتونه داشته باشه که مسئله‌ای نداره. از نظر هدف اصلی این طرح اینه که هر چه سریعتر این بازیاف انجام بشه. یعنی با این وجود که الان حتی حساب کسی نمیاد برای سرمایه‌گذاری و یا حمایت برای این طرح، هدف اصلی اینه که این کار سریع انجام بشه و یه مقداری حالا حتی خروجی این آگهی ها یه مقداری ناامید کننده است. یعنی چیزایی که دیده میشه از عدد مشاهدات، مثلا فرض کنین این در تهران هم هست فکر کنم، در تهران آبسرد این تعداد مشاهداتش خیلی پایینه و دیگه به این نتیجه آدم میرسه که خب اینو باید به زبان انگلیسی کار بکنی و تو سایت خارجی بذاری. برای همین هم الان دنبال اینم که ویدیوهای آماده ای که دارم رو حتی مثلا توی یوتیوب، توی
آپارات به صورت چیز بذارم، اینا بخشی از همون پروژه است. مثلا بخش هوش مصنوعی موسیقی یه ویدیو آماده توی سایت نمایشگاهه که برای یکی از بچه‌ای که از این گروه های دانشجویی ارائه شده و آنلاین رو بذارم تا آماده بشه به اینکه برای یوتیوب و اینا بذاریم و به سمت این بره که از مثل این گروه تلگرامی با کسای دیگه در اینترنت چت کنیم و وارد این چیز بشیم. ولی به هر حال جامعه ایرانی هم با ارزشه. خود اینم میگم یه بحث جامعه شناسی که چرا این سیستما تو ایران اجرا نمیشه، با اینکه از خیلی از بابت خوبه دیگه. حالا اینا بسته اینه که چرا اینجوری نمیشه. من یه سوالی هم اینجا پرسیدم، مثلا که جامعه ایرانی چرا سیستم دفاعیش یه چیز خاص، یعنی به نظر میاد سرکوب یکی از گزینه‌های خیلی دفاعی سطح بالای این جامعه است که نو دوستی خیلی توش کمتره. چون اینم یه بحثیه که مربوط به سیستم دفاعی. بذارین اینم چیز کنم، علت اینکه این سیستم هست، علتش یه چیزایی تو این بحث روانشناسیه که این ساختار روانشناسی مثلا تو این جامعه یه جور پرخاشگری انفعالی خشمه که گروه بندی میشه، دسته بندی قبیلگی رفتار میکنن و به حال این مثلا مسائل که باره یه دفعه بلند میشن یه عده به خاطر این مسائلی که تو این ساختارا سازگار سطح دومه. یعنی توی برای جامعه شناسان روانشناسی اینو شناخته شده است که این سیستما اگر فرض کنید مثلا به آرمانی سازی خیال پردازی به جای این دفاعی که مثلا میتونه به خیلی از چیزا سردمه بزنه پرخاشگری تمایل پیدا بکنن یا برون‌ریزی، مثلا فرض کنید یه چیزی مثل همین ساخت این ویدیو یا این طرحهای مثلا استارتاپی، اینا یه دفاع بهتری دارن و بعدن هم میاد مثلا فرض کنید از همکاری های اینترنتی یا مثلا پرسیدن سوال تو انجمن مختلف مثل این سوالایی مثلا روانشناسی بخش مختلف پروژه سوال دیگه هم داره، مثلا سوال وردپرس و مسائل دیگه، به یه دفاع سطح بالا میرسن به اسم توجیه عقلی یا مثلا فرض کنین واپسرانی مثلا همون خشم و این مسائل که فرض کنین اینجا الان یه نمونه شد شما توی کار من میبینید که چرا مثلا فرض کنین این سیستم نتونسته مثلا تو این 6 ماه یا تا یه از طریق آگهی ها و تلاشی که شده نشده مثلا همکاری جذب بشه براش و این به جای مثلا فرض کنین پرخاشگری از طریق همین تکنولوژی ها و سوال پرسیدن ها به جای این پرخاشگری یه جور جابجایی رخ میده، میاد روی مثلا عامل درست که کلیت این داستان سیستم دفاعی یه چیز جالبی. حالا بعدا اگه نگاه بکنید مترجم میشین که یه بخش از این پروژه احتمالا به این سمت میره که کاری که رازی میخواست بکنه و یا کسایی که توی منطقه بودن به اسم کیمیاگری الکیمیا این بخش بر این اساس یه سری سوال داره اینجا پرسیده میشه که این کار یه محاسبات به حساب بین رشته‌ای روش انجام بشه که چه اتفاقی بیفته، بشه بفهمیم که ما چرا اصلا همکاریامون یه موقع متفاوته و این سوال هم بر اون اساسه. یعنی داره میگه که چه مسئله وجود داره که توی سیستم دفاعی این منطقه خاورمیانه که یه مشکلی توی به حساب سیستم های سطح 4 دفاعی سطح 4 که نودوستی هست وجود داره و اینا رو میخواد بدونی که کشدار بکنه، یعنی مثلا دوباره با این خشم برسه سعی میکنه از این چند تا دفاع بالا مثل آرمانی‌سازی خیال پردازی یا برون ریزی که با توجیه عقلی همراه باشه، با دلیل تراشی کمتری مثلا همراه باشه، چون این منطقه سیستمایی مثل دلیل تراشی داره، به این سمت بره. حالا اینا چند این سال بوده، البته این سالان بسته شده یه مقداری، خود این رفتارا بعضیاش جهتگیری شده بعضیاش هم جهتگیری نمیشه. یعنی اساس این ساختار اینه که شما سوال درست بپرسین، ولی به هر حال فشار روی این مسائل هم هست. یعنی دیگه کار زیاد باید انجام بشه برای این قضایا، باید کار زیادی انجام بشه. اینا الان بعضی از سوالا بوده که درک بشه که این سیستم دفاعی روانی و بحث روانی چیه که یکی از بخش این پروژه بره توی بازیافت به حساب دفاعی پایین، فرض کنید مثلا بازیافت خشم، و اینا نیاز داره که باز گروه های دیگه بیان. ولی خب الان در مهندسی ما نتونستیم برای این پروژه الان نیروی همکار آنچنانی به دست بیاریم. شاید از طریق مثلا فرض کنین آینده که تو این سال پرسیدن و هست و این شو کردن توی این زبان انگلیسی بشه، مثلا با همکاری روانشناسان بیشتر روی این قضیه وارد شد و یه جوری حالا این اضافه شدن بهش توی همون آرمانی سازی خیال پردازی، یعنی یه بخش از این پروژه یه ویدیو و یه سری اطلاعات بهش اضافه میشه تو سایتش که مثلا شما حتی بحث روانی رو هم میتونید چیز کنید. و وقتی این با شبیه سازی کامپیوتری مطرح بشه مثل حالا فرض کنیم که از این سالا نبود،
ببینم. وقتی با این نقش های مغزی و بحثی روانشناس به حساب مهندس پزشکی ترکیب بشه، امکان این که یه سری درمان ها حتی ارائه بشه بر اساس این سیستم دفاعی و این مسائل هم به وجود میاد. البته این یه سوالیه که حذف شده توسط سیستم، حالا این هم یه دلایل خاصی داره دیگه، یا اینکه مسیرها داره اون چیزی که تلاشی کردن توی این پروژه هست داره از سمت همین کاری که روی رازی انجام داده و خود کاری که فروید انجام داده توی حدود 1894 داره تلاش میشه یه بخش از این پروژه هم برای این زمینه بازیافت واکنش‌های غلط، مکانیزم‌های دفاعی غلطی که توی افراد هست، این مکانیزم‌ها باز بشه، مسیرش مشخص بشه که چی هست و بعد هم یه چند تا راهکار جدید ارائه بشه. مثلا بحث علمی پشت این قضیه هست که چطور توی مغز بخش‌های مختلف تحریک میشن وقتی مثلا یه نفر خشمگینه، این کدوم بخش از مغز تحریک میشه و در کنارش مثلا همونانسازی فرافکنی، مثلا حتی میشه مثلا آزمایشاتی کرد که رو مغز دیگران هم آیا اون بخش های کنار تحریک میشه یا داخل خود مغز، مثلا اگر بخش خشم یکی از این بخش هاست کجا ها دیگه تحریک میشه، یه گرافی به دست میاد، بر اساس اون گراف ممکنه مثلا چند تا دفاع دیگه هم گرافاش به دست میاد، پس کنی خیال پردازی آرمانی سازی گرافا به دست میاد و با این الگوریتم های هوش مصنوعی و دانایی که ما نسبت به این قضیه داریم میتونیم پیشنهاد بدیم که شما واقعا میتونیم مثلا از این گرافی که شکل خشمه مثلا به یه گراف دیگه حرکت بکنه ساختار مغزی و عملا هم با مثلا چیزایی مثل TMS میدان مغناطیسی ما میتونیم مثلا این کار رو بعد انجام بدیم. یعنی یه جوری حالا کار خیلی تهاجمی ممکنه باشه ولی به هر حال آزمایشات میتونن نشون بدن که اصلا کلن چقدر شیفت کردن از مثلا فرض کن یه دفاع پرخاشگری و همانندسازی و مثلا یه جسمانی سازی میتونه به جاش یه دفاع دیگه مثل خیال پردازی و آرمانی سازی وجود داشته باشه و بعد انرژی که تو این سیستم رشد میکنه بیاد رو دفاع بالی بالاتر، مثلا توجیه عقلی، چون فرض کنین آرمانی سازی و خیال پردازیش یه بیس مثلا کامپیوتری داشته، فرض کنین مثلا همین ترجمه گوگل که صحبت میشه، اینا به هر حال بعضی میگن اطلاعات گوگل خیلی قابل استناد نیست، برای همین مثلا میشه آرمانی سازی خیال پردازی باشه. به هر حال تلاشی که میشه، یا هم خود این پروژه الان یه جور تلاش خیلی زیادیه که در حد آرمانی سازی و بعضی ها این عبارت رو میگن مثلا این خیلی لاکچریه، ولی فشار زیادی که رو این تلاش زیادی که تو این چند زمینه انجام میشه مثلا و کنترل چند تا دفاعی که مثل پرخاشگریه باعث میشه که این به دفاعی بالاتر برسه، اگر نه پرخاشگری باعث میشه که مثلا فرض کنین سیستم بره روی مثلا چند تا دفاع پایین تر تبدیل بگیم مثلا. حالا این رو بحثه روانشناسی دیگه، من ویدیو رو خیلی طولانی نمیکنم. به هر حال این کلیت داستان بود، امیدوارم حالا براتون جالب باشه و بعضی از این اطلاعات هم اگر بود برای کارتون استفاده کنین و بدرود ماتون. چکر. که تو اینترنت در زمینه مدیریت پسمان داره اجرا میشه و یه سایت داره، یه سطح زبالی هوشمند و یه الگوریتمی هوش مصنوعی و سخت افزار که بتونن بحث بازیافت رو بهتر مدیریت کنن. یه سطح زبالی است که قراره با یه هوش مصنوعی ساخت موزیک و پردازش تصویر هم احتمالاً ترکیب بشه و اونجا چیکار بکنه، مثلا فرض کنین موزیک رو از کاربر بگیره و موزیکی که مثلا موزیک سلام علیکم آقای دکتر آقای حسن کسایی استاد حسن کسایی، این رو بره به چی تبدیل کنه، به یک موزیکی که حالا مثلا اینجا میبینیم یه ویالون و یا فلوت رو اون تم بذاره، اون صدا بذاره و این پست و این اطلاعات، این لینک، این امکان به شما میده که بتونین این کار بکنید. حالا همین رو ما میخواییم بذاریم تو این به حساب این سطح زبالی که اتومات درش باز و بسته میشه و یه میکروفون ساده حساب در 20000 تومانی وقتی روش قرار بگیره و با این کدها تنظیم بشه اطلاعات به این نتیجه میرسه. من اطلاعات رو توی زبان انگلیسی هم گذاشتم، حالا چند تا آگهی هم دادم برای این طرح که کسایی که دوست دارن بیان، ولی خب حالا کمتر استقبال شده ازشون، متن باز هست و هر کسی میتونه اطلاعاتش از سایت گیت‌هاب برداره، تو ایران شاید خیلی علاقمند نیستن ولی کلا با بچه‌هایی که الان تو این زمینه کار میکنن و یه آقایی که الان تو این زمینه دارن هم وردپرس و بقیه چیزا رو دنبال میکنن، من بهشون هم
همکاریایی که دارم و آموزشی که بلد هستم و بهشون وقتی ارائه میدم یه ویدیو هم معمولا میسازم. الان این یه ویدیو هم در همین رابطه است با این نرم‌افزار OSP Studio که توی همین رابطه طراحی شده. حالا یه ویدیو قبلی بود که اون یه مشکلی داشت و من دوباره اونو خودم دارم ضبط میکنم. یکی از بچه های مهندسی در اصفهان که توی هر طرح دارن همکاری دارن، ایشون میخواست که یه دونه چیز نصب بکنه، اوبانتو رو کامپیوترش نصب بکنه. برای حالا بحث هوش مصنوعی معمولا این سیستم اوبانتو بیشتر استفاده میشن. کامپیوتر منم اوبانتوه و اینجا میتونید ببینید که مثلا چه تکنولوژی هست. یه دونه اوبانتو 18 سفت 4 که حالا من باش دارم کار میکنم و برای نصبش اگر بخواین اوبانتو نصب کنین و بهترین کار این که از این انجمن اسکو اوبانتو استفاده کنین. اینا توضیح خوبی دادن، مثلا این گفته که چطور پارشیف بندی رو تنظیم بکنین. در اول گفته شما میرین مثلا سی دی یا یو اس بی رو میذارین داخلش، استپ 4 که برسین گفته که میتونین پارتیشن انتخاب بکنین، یعنی که اریز دیسک، یعنی اون چیزی که قبلا بوده. حالا ممکنه مثلا درایوتون ویندوز بوده یا مثلا یه 500 گیگشون یه هارد 2 ترا داشتن که 500 گیگش ویندوز بوده و رو همون نصب کردن. حالا یه مشکلاتی داشتن، این ویدیو هم برام همون بود، یعنی خطایابی کارشون بود. یا یعنی اینکه شما بیاین مثلا گزینه سامتینگ ایلس انتخاب بکنید و خودتون پارتیشن درایوتون بهش بگین. مثلا اینجا الان 85 گیگ پارتیشن درایو داره که یک برای نصب اوبونتو یا لینوکس شما باید یه درایو سواپ آریا داشته باشید که الان مثلا تو کامپیوتر منم این هست. فرض کنید یه دونه چیزی من دارم به اسم لینوکس سواپ که مثلا 22 گیگ، من تقریبا 2300 گیگ برای لینوکس هم گذاشتم، یه 22 گیگ برای سواپ گذاشتم. اینا بعضیاشون 10 گیگ یا مثلا 500 مگابایت بر اساس اون چیزی که دارین این رو برای سواپ میذارن. اینا برای اینه که وقتی هایبرنت میکنین کامپیوتر به حالت خواب میده، داده‌ها رو از رم بره توی هارد بریزه که بعد دوباره باز بتونه روشنش کنه. بعد یه چیز دیگه داره که داره و اصلیش که کرنلشه. شما تو کرنل چیزی که دارین اینه که همون داده‌های اصلی مثل سی مای پروگرام فایل اونجا داداتون اینجاست و اینم مثلا فرض کنین توی مدل اسنپ مثلا نرم‌افزاری که نصب شده مثل آردینیو نرم‌افزاری دیگه یا بخش دیگه مثلا لایبرری که نصب کردی تو این میرزه. بعد از اون هم یه چیزی داره که حالا این باید فرمتش لوجیکال بیگینر اف دیس اسپیس باشه که یعنی از فضای مثلا 80 گیگش از همون اول شروع کنی فضا رو بگیره. بعدم پارتیشن توی لینوکس EXT4 و این مدل پارتیشنش ویندوز NTFS. این داستان تا اینجاست و یه درایو هوم هم میخواند که لینوکس یه درایو هوم داره. مثلا این الان درایو هوم منه که چی داره توش؟ مثلا ویدیو دانلود پیکچر و چیزهای دیگه که مسئله شخصیه، ولی ما به این درایو کرنل دست نمیزنیم مگه اینکه بخوایم تو برنامه‌های کامپیوتری تغییر بدیم. مثلا یه جایی که نمیتونیم خیلی کاری بکنیم میریم کرنل رو دستکاری میکنیم. الان بعضی از این چیزهای من مثلا اینجا ریخته شده ولی درست نیست، یعنی بعد اینو پاک بشه دستکاری هم نشه. با هوم تو درایو هوم فایلامونو می‌ریزیم و بقیه درایو هم که حالا اگر ویندوز داریم، مثلا اینجا من یه ویندوز دارم، یه سری فیلم دارم تو درایو دیگه‌ام و این پارتیشن بندی سیستم ویندوز گفته. حالا هومتون رو هم میتونین بدین، این مونت پوینتش به جای خالی مثلا میتونه هوم باشه. و اینجا یه بار دیگه مثلا اینو گفته اگر شما می‌خواید حتی ویندوز هم داشته باشین میتونید یه درایو کنار اون 80 گیگتون مثلا اگر درایو دیگه دارین یا همون درایو 80 گیگ رو بشکنین به چند تا درایو دیگه، مثلا یکیشو بذارین NTFS که اسمش هم میذارین ویندوز که بعدا روش ویندوز رو میتونین نصب کنین. بعد ایشون یه مشکلی برخورده بود و توی زمینه حالا این سرچ ها میتونه از این چیزا از این مسیر رو بره. خب در اصل کسی که میخواد نصب کنه مسیر رو میتونه بره این کارا رو بکنه، ولی ایشون به مشکلی خورده بود که دوباره میخواست چیز رو نصب کنه با اوبونتو. یه مقداری به مشکل برخورد بود کار کردنش، دوباره میخواست ویندوز هم داشته باشه یا ویندوز روش نصب کنه که من اون چیزایی که دیدم این بود که یه چند تا جستجو بود اینا رو الان میارم اینجا. حالا من برای ویدیو این فایل رو درست کردم که این لینک ها رو باز میکنم که ببینین لینک هایی که برای این کار استفاده میشد. خب یکیش این بود که چجوری یه دونه ویندوز یه دونه اوبونتو داری دوباره میخوای یه دونه ریکاورینگ اوبونتو افتر اینستال ویندوز. شما یه ویندوز داری بعد میخوای حالا یه دونه اوبونتو روش نصب کنی یا برعکس. مثلا اینا اطلاعاتیه که به شما این چیزو میده که چطور این کارو بکنید.
مثلا فرض کنین این بحث دوال بوت، وقتی مثلا دو تا ویندوز و اوبونتو با هم داری، این یکیشون مثلا اول نصب شده، اوبونتو اول نصب شده بعد ویندوز نصب شده، یا برعکس، هر کدوم از اینا به خاطر اینکه پاور پارتیشن های درایوای چیزتون فرق میکنه، درایوای این اینجاست فکر کنم درایو های پارتیشن بوتتون و یا درایو سی و ویندوزتون تفاوت میکنه، اینا یه سه شرایط ایجاد میکنه که بعد دقت کنید توی نصب ویندوز یا اوبونتو. حالا این لینکی که من باز کردم، مثلا این به شما ریکاوری رو امکان میده. خب شما مثلا فرض کنید دو تا ویندوز متفاوت دارید، این گزینه‌ها رو اگر بخونید یا حتی با ترنسلیت گوگل استفاده کنید و اینا رو ترجمه کنید، میتونید بفهمید که چطوری میتونید مشکلات اوبونتو ویندوزتون رو حل کنید. تگ مهمه که چطور تگ انگلیسی رو پیدا کنید، مثلا ریکاورینگ اوبونتو افتر اینستال ویندوز، یعنی که شما یه ویندوز ساختی یا اوبونتو داشتی، بعد یه ویندوز نصب کردی و بعد از اون دوباره اوبونتو رو دیگه دسترسی بهش نداری، مثلا میخوای دوال بوت داشته باشی، این چطوری حل میشه. و من توصیه میکنم از این ترجمه گوگل هم، اکستنشن ترجمه گوگل هم استفاده کنین. این ترجمه گوگل به شما سرعت ترجمه رو میده و چون سایت انگلیسی هم الان خیلی قویان، میتونین چیز کنین، میتونین توی کار خودتون از این چیزا استفاده کنین، مترجمه آنلاین به سرعت زیاد استفاده کنین. بعد یه اینم بذارم اینجا HTTP. بعد یه چیز جالب دیگه هم اینه که شما از این چیز هم میتونین speech to text رو استفاده کنین. اینم یه سایته که حالا اینشو بیاریم، ما اسم اصلیش اینجا، من آدرس رو کپی میکنم میذارم، این آدرسش اسپیچ تکستره و میتونین الان متنی که اینجا نوشته شده با همون صحبتی بوده که من این دکمه رو میزنم و یه تنظیمی رو زبان میذارین و خودش هم حتی عکس و اینا رو هم میتونین بهش اضافه کنین. یعنی فرض کنین مثلا میتونین یه متن فایل رو که میخواین برای کارتون آماده کنین از این سیستم درست کنین و آخرم بهتون یه فایل چیز بوده، یه فایل داکیومنت میده که این حالت چیزی که بزنین، دانلودی که بزنین میگه مثلا فایل داک باشه یا تکست باشه. اولا یه چیز دیگه، یه دونه نرم افزار آفیسه که ورده که میتونین باهاش راحت کار کنین. خب پس این بخش، حالا بحث مسائل حل مسائل به حساب اوبونتو و اینکه از این افزار، از این اکستنشن کروم میتونین سریع متن رو بخونین، خیلی سریعتر کارتون رو بکنین، این مهمه که با سرعت انجام بدین. بعد یه مشکلی که شون داشتن این بود که نمیتونستن حالا اوبونتو رو پاک کنن دوباره همون ویندوز رو نصب کنن، چون ایشون گفتن پشیمون شدم که اوبونتو رو نصب کردم، میخوام دوباره ویندوز رو داشته باشم و بعد از اون باز یه اوبونتو کنارش داشته باشم. فرق نمیکنه، شما بالاخره میتونین اول اوبونتو رو نصب کنین یا ویندوز اول نصب کنین، یا همون فضا رو مثلا به حساب بحث اینه که کدومی که براتون راحت کار بکنه. ایشون با اوبونتو شده یه مشکلی داشت که دوباره قرار شد این کار بکنه که ویندوز رو نصب بکنه و اینم یه مشکلاتی از بابت بوت هستش. حالا اینجا مثلا گفته که نمیتونه ویندوز 10 رو بعد از اینکه اوبونتو نصب شده نمیشه نصب کرد. اینو این عنوان چیزشه، انگلیسیش، ترجمه فارسیشه. حالا میگه قادر به نصب ویندوز 10 بر روی اوبونتو نیست و این توضیحات رو داده و اینجا این راهنمایی کرده که برو توی با FN دکمه FN F12 رو بزن، فانکشن و F12 رو، بعد یا F2 رو یا F8 رو بزن، هر کدوم از کامپیوتر یه چیزی داره که بره به تنظیم بوتش و بوت آپشن کامپیوتری که دسترسی پیدا کردی اونجا این تغییر رو بده روی سیکیور بوت. اون رو تغییراتی که هست رو این سه تا عامل سیکیور بوت و لود لگسی و بوت لیست رو تغییر بده، از حالت سیکیور بوت دیزیبل کن و اینا رو بکن انیبل و بوت لیست هم لگیسی کن. البته خود این UTFS و لگیسی اینا مدل های مختلف پارتیشن های بوت خود ویندوز اوبونتو که حالا UEFI از هم سیکیوریتی بیشتری داره، امنیتی بیشتری داره، ولی خب اینجا یه مشکلی هست که عوضش میکنن به لگیسی تبدیل میکنن و این انجمن ها خیلی سریع کار را میندازن برای شما. اگر مشکلی برخوردین بعد بدونین که این احتمالا خیلی به این مشکل برخوردن مثلا 3 سال 8 ماه پیش و 6000 نفر اینو نگاه کردن، یعنی مشکل مشهوره و حل شده. برای همین توصیه میکنم به سرعت از تگ های انگلیسی استفاده کنین، مثل این مثلا ویندوز اینستال پرابلم فور
یه مشکلی در نصبه و بعدم ویدیوهای زیادی هست. الان این دو تا ویدیو هم ویدیوهای خیلی خوبی هست و خود این کاری هم که انجام میشه خیلی سود داره، چون کسی که این سوالا رو میپرسن و جواب میدن اینا بعدا رزومه کاری به دست میارن. الان مثلا این آقا و یا این آقا اعتبارشون توی اینترنت میره بالا، حتی خود کسی که سوال میپرسه این اعتبارش میره بالا و توی این انجمنا مثلا فرض کنین این آقا 130 تا اعتبار داره و 103 تا اعتبار داره و یه مثلا به عنوان نشانه مثلا چی بهش داده شده و توی بحث کار میتونه از این اعتباراتش استفاده کنه مثلا تو کشور خارجی. و این آقایی که مثلا جواب میده که خب بیشتر دیگه، مثلا اینم حالا خیلی الان اعتبار زیادی نداره ولی به هر حال مثلا تو انجمن دیگه میبینین مثلا اعتبارش بیشتر میره و اینا میتونن حتی بهشون چیزم داده میشه، یعنی یه ایمیل های خاصی میگیرن که آقا مثلا شما اطلاعات تو اینترنت هست اعتبارت هم بالاست بیا بر فلان شرکت کار کن. من از این ایمیل ها یک دونه گرفتم ولی چون تیم نیست و اینو نمیتونم چیز کنم. بذاریم ببینم کجا هست. آره این شرکت تورینگه که اینجا حالا یه ایمیلیه که مثلا خودش رفته اطلاعات از همین استک اورفلو از این اکانتی که من دارم درآورده و گفته مثلا بر اساس اون امتیازا و این بحثا شما مثلا بیاین با این شرکت خارجی کار بکنید، ولی خب ما حالا تو جایی که هستیم مسائل هستی کار کردن به این سادگی نیست با کشور خارجی. بعد در پایان من این ویدیو رو که دارم درست میکنم برای همین طرح، یعنی من حمایتی که از بچه‌ها میکنم به خاطر اینکه این طرح خیلی بس از نظر من راحت‌تر و سریع‌تر انجام بشه. حالا من اون چیزی که در چنته دارم میذارم که این کار انجام بشه، هرچند که با این که اعتبار داده دانشگاه بهش و این مسائل من حتی یه اتاق 3 ماهه گرفته شده و با اینترنت و هم امکاناتی که در حد معمولی هست و حتی یه کارموز هم برای این طرح نیومده، یعنی کسی اومده که افرادی که اومدن یه روز موندن و فردا روز دیگه نبودن و حالا ما به صورت آنلاین با بچه‌ها داریم، بچه‌ای که علاقه‌مندن کار می‌کنیم. یه آقای الان از اصفهان لطف کردن اومدن برای آموزش، ولی خب منم کاری که میتونم بکنم اینه که یه ویدیو اینجوری بسازم مثلا بذارم تو اینترنت بگم بخش مثلا کار با اوبونتو. علتش هم اینه که اوبونتو برای هوش مصنوعی خیلی مهمه، شما بخش هوش مصنوعی رو نیاز دارین که نرم افزاری مثل اوبونتو داشته باشین که نصب خیلی از کدها و اینا توی محیط اوبونتو است. به خاطر اینکه فرض کنین مثلا شما میخواین الان کد هوش مصنوعی موزیک رو اجرا کنین، این یک کدیه که تو فضای لینوکسی داره کار میکنه، چون لینوکس هم رایگانه. کسایی هم که با به حساب بحثای پایتون و نرم افزاری برنامه‌نویسی کار میکنن اینا با این ویندوز کار نمیکنن، با اوبونتو کار میکنن. بعد یه چیز دیگه هم این که کلا هم بحث خاصی نداره از نظر من، مثلا کسایی که میخوان با این پروژه کار بکنن این بحث آردینیو یه نرم افزاریه که سخت افزار و نرم افزاری که برای بچه‌ها درست شده که بچه‌ها بتونن تو مدارس با این مسائل آشنا بشن. خود ساخت همین سخت افزاری که اینجا الان هست ویدیوشو میبینین یه کارتون ساده است با یه مثلا شاید یه سی پی یو میکرو کنترلری که مثلا حالا اسمش ممکنه شناخته شده نباشه تو ایران یا کمتر شناخته شده باشه، ولی ESP8266، ولی خیلی چیزای ساده، یعنی یه ویدیو تو اینترنت میزن یاد میگیرین که باشی کار بکنین. کدام الان تو اینترنته معمولا حالا تو جامعه ای که یه مقداری نگاه ها متفاوت باشه و انحصار دوست داشته باشن اینا یه مقداری براشون خاصه، وگرنه چیزی نیست. و دکتر اصلی هم همینه، یعنی الان من یه چیزی راجع به این مترجم گفتم، اینکه به سرعت برین الان مسائل رو چک بکنین تو اینترنت. الان مثلا فرض کنین بحث سخت افزار این پیش میاد، من با آقایی که از اصفهان صحبت میکنن این ویدیو براشون درست کردم و تو خطایابی بودیم، صحبتمون این بود که توصیه من اینه که این سعی کنین از به سرعت از این چیزا استفاده کنین، از این مترجم و اینکه به زبان انگلیسی جستجو کنین. مثلا فقط میخواین مثلا یه سطح زبالی هوشمند درست بکنین، سریع به انگلیسی بنویسین ترش بین مثلا فرض کنین، بذار من بنویسم ترش بین دو ایت یور سلف مثلا یا تگ دی آی وای مثلا اسمارت و مثلا آردوینو. آردوینو یه نفس یه سخت افزار نفس داره، کلی الان اطلاعات میاد، شما میتونین مثلا ترنسلیت گوگل رو بزنین کلی اطلاعات راجبش ببینین و مثلا گفته نحوه ساخت زبد زباله یا ویدیو میبینین که چیز خاصی نداره، فقط کافیه که پله پله برین جلو و این مثلا اطلاعات رو ببینین. ترجمه های گوگل هم الان خیلی خوب شده، اینا کلی چیز دارن، کلی فرصت
یادگیری رو بچه ها میذارن، مثلا تو یوتیوب الان ویدیوش هست کامل توضیح داده. اینا تو سایت های ایرانی به این صورت با این امکانات و با این کیفیت نیست، برای همین من توصیه میکنم از این فرصتی که الان هست استفاده کنین و به سرعت هم داره رشد میکنه. الان بحثی هست توی رابطه هوش مصنوعی، یه کوچولو من اینم بگم، این یه چیز جالبیه که من یه لحظه پاوزش کنم. خب ببینید، مثلا هوش مصنوعی اینقدر رشد کرده که داره برنامه نویسی رو هم میگیره. خب مثلا کل این پروژه، فرض کنید این پروژه که اینجا برنامه نویسی داره و یا خود همین طراحی سایتی که الان داره، اینا داره الان هوش مصنوعی این کار رو میکنه. این مثلا پروژه گیت هاب کوپایلت داره خود هوش مصنوعی برنامه رو می‌نویسه. مثلا گفته که یه متن نوشته، گفته فانکشن تو اد امیر ورد تو سنتر اف ایمیج، گفته کلمه امیر رو به وسط کلمت یا تصویر بذار. خودش فانکشنش رو توی جاوا مثلا نوشته. خب این رو فکر میکنم کد جاواست. آره کد فانکشن کامل نوشته، شما فقط کافی بهش بگی. حتی این رو هم مثلا میتونی با مترجم گوگل یا یه چیزی مثل این استفاده کنی، مثلا بذاری بگی که فرض کن add the number to مثلا چی، این حالا به فارسی داره میرسه، من به انگلیسی اگه بخوام بگم مثلا چی عوض میشه، مثلا انگلیس میشه، انگلیش میشه و میشه add the number to center of image. ببینید دیگه خیلی سریع داره این کارا رو انجام میده و شما به سرعت میتونید از این تکنولوژی استفاده کنید و در نظر داشته باشین که اینا عوض میشه ها. یعنی دنیا الان داره با سرعت خیلی زیادی تغییر میکنه و اینکه از این تکنولوژی استفاده نکنین ممکنه بعدها هم فرصتهایی از دست بره، هم اینکه دیگه بحثایی مثل اینکه یه مقدار عقبون دیگه از کل این آموزش ها، هم فرصت چیز رو از شما میگیره، هم فرصت آموزش. یعنی شما زمانی که آزاد دارین میتونید تو پروژه مثل این باشین یا پروژه دیگه و یا فرض کنید فرصت های مثلا کاری براتون هست. اینو به عنوان مهندس اینو زمان از دست رفته و به حساب هم خوش فرصت خوشایند همکاری تیمیه که میتونید تو کارتون داشته باشین، حالا مثل این بحثی که اینجا هست مثلا، و یا اینکه مسائل زندگی رو بهتر میتونید حل بکنید. وقتی با این تکنولوژی و این امکان جستجوی سریع تو اینترنت آشنا هستین، میتونین الان فرض کنین مثلا میخواین یه برنامه تکنولوژی هوش مصنوعی برای برنامه نویسی رو چک کنین، میبینین میزنین AI write code auto، بعد کلی انتظارات هست، حتی خسته هستین نمیخواین مثل من مثلا بخونین متن رو، سریع این چند تا چیز اولیه رو میخونین، تکنولوژی روز رو به تاریخ مثلا 2021 و سالا و چیز اصلی رو گوگل برای شما میاره و میفهمین آخرین ترفند چیه مثلا، و یا پستی که اینجا هست ممکنه مثلا حتی به این سرعت نت مثلا از این هم سریع تر شده باشه. حالا این میگه مثلا در این لحظه مثلا تشخیص گربه رو سگ میده، ولی با کیفیت بیشتری هی دارن رشد میکنن و سریع تر کارشون انجام میدن. این هم که الان یه پروژه یه که مثلا فرض کنید براتون موزیک رو، آهنگی رو که میخونین به موزیک تبدیل میکنه، در اصلا بعد جیمیلتون عضو بشین، بعد برین رو گزینه ران تایم رانال رو بزنین و این میاد اینجا منتظر میشه که یه فایل مثلا 60 ثانیه‌ای رو بهش آپلود کنین، یه فایل 60 ثانیه‌ای مونو، یعنی مونو میکروفون رو بهش باید بدین که حالا با نرم‌افزاری مثل آدیو سی اگر فایل میکروفون چپ و راست رو داره میتونین مونوش کنین، بهش میگن مونوفونیک. دارم میگم یعنی بحث اینه که اینا چیز خاصی نیست. اگر فرض کنین مثلا نمیدونین مونوفونیک چیه، خب الان یه گوگل میکنین مثلا میگین مونوفونیک چیه، اینو کپی میکنیم، ما کپی سلکشن میریم مثلا اینجا مینیسیم مونوفونیک مثلا، حتی آنلاین مثلا چی، آنلاین کانورت تو مونوفونیک، حالا MP3 مثلا یه فایل دارین اینجا میان مثلا تبدیل میکنین به مونوفونیک آدیو کانورتر، از این سیستم استفاده میکنین کارتون به سرعت راه میفته دیگه. فقط اینه که برین از این کار استفاده کنین، چون خیلی ها من چیزی که متوجه شدم اینه که همین رو هم حالشون نداره و
ولی میگم یعنی فرصت ها داره به صورت از دست میره. این حالا کاری که من دارم میکنم تو این پروژه اینه که اینا رو به زبان انگلیسی بزنم و محدودیت هم خود آدمان، چون کیفیت معلوم مترجم گوگل خوبه برای زبان فارسی، شما میتونید به سرعت این کار رو بکنید. بعد ویدیو یوتیوب رو ببینیم. یه صحبت دیگه هم بود که برای اینترنت که تو ایران هستین، این سایت مثل آواگستر این یه اینترنت 3000 خورده یا 3000 گیگ رو به شما میده با قیمت 270 تومان برای 6 ماه و چه دیگه چیزی داره، سرعتش هم نامحدود داره، این امکانی به شما میده. و آپیشگامان هم یه چیز دیگه خوبه که تو این زمینه کار میکنه، ولی آواگستر الان چون سرعتش نامحدوده باز چیز تره. آپیشگامان از طریق آگهی مثل این که حالا تو اینترنت هست
در جریان باشین. این الان یه نمونه است، علتش هم که متن فقط بانوانه داره اینه که من متوجه شدم که کار کردن با آقایون یک مقداری دچار مشکل هست. بعد حالا این شماره موبایل، یه مشکلی توی بحثه حجم زیاد اطلاعات و اینا، اینکه یه جوری بر میخوره به بعضیا و اینکه این حجم از کارا رو میشه انجام داد و اینا. تو کار هم تیمی هم من اون چیزی که دیدم یه مقداری مشکلاتی وجود داشته، برای همین تجربه‌ای که داشتم تو کار خودم دیگه به این سم رفتم با خانم کار کنم. الانم یه مقداری به این نتیجه دادم میرسم که تو ایران زیاد داره طول میکشه این طرح، فرض کن 6 ماهه که همینجوری مونده و حتی مثلا فرض کن توی میگم بحث این که بهش رتبه داده شده از سمت خود اون سیستم هم کارآموزی نیومده، مثلا دارم به این سم میرم که این اطلاعاتو دیگه به زبان انگلیسی بذارم تو اینترنت و با این کسای دیگه‌ای که تو این زمینه کار میکنن. از طریق این گروه هایی که حالا هست، مثل این گروه که قبلا قرار بود ایرانی ها باشن توش، ولی دیگه چیزی که من دیدم بود که خارجی ها ریختن و اونا دارن فعالیت میکنن. اول من یه گروه درست کردم برای اینکه فقط آموزش های آکسفورد و دانشگاه آنلاین توش بذاریم، بعد دیدم خیلی تمایل دارن و این به این نشستم در کلم الان این طرح ها شاید مناسب تر برای اونا باشه، ولی ویدیو رو دارم به زبان انگلیسی میسازم چون جامعه ایرانی هم از این فرصت ها اگر استفاده کنه خیلی بهش کمک میکنه. یعنی هدف من این بوده که در کنار اینکه این درکی پیدا کنم نسبت به وضعیت اطراف، یعنی الان متوجه بشم که چه اتفاقی میفته تو این سیستم که فرض کنید مثلا با اینکه یه طرح متن باز کامل و خیلی فراتر از اون چیزیه که الان هست، مثلا یه پول در اون برنامه داره که خود این داستان دیگه ای داره، یا حتی فرض کن قوانینش و سهامش یه چیزای جدیدی داره، این که توی این منطقه چرا فرض کن مثلا علاقمند نیستن کسایی که حتی بیان خودشون طرحو بردارن، یعنی مثلا طرح رایگان رو بهشون میدی میگی کل این کارم انجام شده، کل پروژه‌اش هست، و اینکه این به این سمت نمیان، این مقدار سواله. حتی این بحث مالی اینا رو هم مثلا من توی به حساب استارتاپ هایی که استارتاپ شوها مثلا دنبال کردم، این یه نمونه شه که بحث مالیش رو آوردم و اینکه مثلا چقدر درآمد داره و خودش فقط از طریق همون سایتش، مثلا نه از طریق موزیکی که الان تو اینترنت میشه گذاشت. با این وجود چیزی که شد این بود که علاقمند نیستن دیگه، یعنی خود همین آموزش گذاشتن موزیک تو اینترنت یه فرصتیه که اگر این کار انجام بشه، فرض کنید مثلا یه طرح اینجوری یه موزیکی رو میسازه و این میره تو سایت یوتیوب و ساند کلود اتومات و هر توی کانال این چیز قرار میگیره، توی این کانال این سایت قرار میگیره، مثل این مثلا دف فلان یه کانالی که این افراد با جمع‌آوری پسماند مثلا یه موزیک رو هم میسازن اونجا میذارن و به هر حال لطف میکنن، یعنی کل این قراره که سهام این پروژه مربوط به خود همین کسایی باشه که این سفر زباله‌ها رو دارن و یه موزیک رو میسازن و این سودی که به دست میاد برای اونا باشه. ولی با این وجود اینا اصلا قابل حساب نیست، یعنی اگر این طرح دار روش بکنه مثلا بازدیدهای هر کدوم از این موزیکا و این مسائل انقدر درآمدی آنچنانی میتونه داشته باشه که مسئله‌ای نداره. از نظر هدف اصلی این طرح اینه که هرچه سریعتر این بازیاف انجام بشه، یعنی با این وجود که الان حتی حساب کسی نمیاد برای سرمایه گذاری و یا حمایت برای این طرح، هدف اصلی اینه که این کار سریع انجام بشه و یه مقداری حالا حتی خروجی این آگهی ها یه مقداری ناامید کننده است، یعنی چیزایی که دیده میشه از عدد مشاهدات، مثلا فرض کنید این در تهران هم هست فکر کنم، در تهران آبسرد این تعداد مشاهداش خیلی پایینه و دیگه به این نشه آدم میرسه که خب اینو باید با زبان انگلیسی کار بکنی و توی سایت خارجی بذاری. برای همین هم الان دنبال اینم که ویدیوهای آماده ای که دارم رو حتی مثلا توی یوتیوب توی آپارات به صورت چیز بذارم، اینا بخشایی از همون پروژه است، مثلا بخش هوش مصنوعی موسیقی یه ویدیوی آماده توی سایت نماشاه که برای یک از بچه‌ای که از این گروه‌های دانشجویی ارائه شده و آنلاین اینو بذارم تا آماده بشه به اینکه برای یوتیوب اینا بذاریم و به سمت این بره که از مثل این گروه تلگرامی با کسای دیگه در اینترنت چت کنیم و وارد این چیز بشیم. ولی به هر حال جامعه ایرانی هم با ارزشه. خود اینم میگم یه بحث جامعه شناسی که چرا این سیستما تو ایران اجرا نمیشه، با اینکه از خیلی از بابت خوبه دیگه. حالا اینا بحث اینه که چرا اینجوری نمیشه. من یه سوالی هم اینجا پرسیدم مثلا که جامعه ایرانی چرا سیستم دفاعیش یه چیز خاصه، یعنی به نظر میاد سرکوب یکی از گزینه‌های خیلی
یک دفاع سطح بالای این جامعه است که نوع دوستی خیلی توش کمتره، چون این هم یه بحثیه که مربوط به سیستم دفاعیه. بذارین این هم چیز کنم. علت این که این سیستم هم هست، علتش یه چیزایی تو این بحث روانشناسیه که این ساختار روانشناسی مثلا تو این جامعه یه جور پرخاشگر انفعالی خشمه که گروه بندی میشه، دست بندی قبیلگی رفتار میکنن و به حال این مثلا مسائل که یه باره یه دفعه بلند میشن یه عده، به خاطر این مسائلی که تو این ساختارها سازگار سطح دومه. یعنی توی برای جامعه شناسان روان شناسی اینو شناخته شده است که این سیستما اگر فرض کنید مثلا به آرمانی سازی خیال پردازی به جای این دفاعی که مثلا میتونه به خیلی از چیزا سردمه بزنه، پرخاشگری تمایل پیدا بکنن یا برون ریزی، مثلا فرض کنید یه چیزی مثل همین ساخت این ویدیو یا این طرحهای مثلا استارتاپی، اینا یه دفاع بهتری دارن و بعدن هم میاد مثلا فرض کنید از همکاری‌های اینترنتی یا مثلا پرسیدن سوال تو انجمن مختلف مثل این سوالایی مثلا روانشناسی بخش مختلف پروژه سوال دیگه هم داره، مثلا سوال وردپرس و مسائل دیگه، به یه دفاع سطح بالا میرسن به اسم توجیه عقلی یا مثلا فرض کنین واپسرانی مثلا همون خشم و این مسائل که فرض کنین اینجا الان یه نمونه شد شما توی کار من میبینید که چرا مثلا فرض کنین این سیستم نتونسته مثلا تو این 6 ماه یا تا یه اثر آگاهی ها و تلاشایی که شده نشده مثلا همکاری جذب بشه براش، و این به جای مثلا فرض کنین پرخاشگری از طریق همین تکنولوژی ها و سوال پرسیدن ها به جای این پرخاشگری یه جور جابجایی رخ میده، میاد روی مثلا عامل درست. که کلیت این داستان سیستم دفاعی یه چیز جالبیه، حالا بعدا اگه نگاه بکنید متوجه میشین که یه بخش از این پروژه احتمالا به این سمت میره که کاری که راضی میخواست بکنه و یا کسی که توی منطقه بودن به اسم کیمیاگری الکیمیا این بخش بر این اساس یه سری سوال داره اینجا پرسیده میشه که این کار یه محاسبات به حساب بین رشته‌ای روش انجام بشه که چه اتفاقی بیفته، بشه بفهمیم که ما چرا اصلا همکاریامون یه مقدار متفاوته. و این سوال هم بر اون اساسه، یعنی داره میگه که چه مسئله وجود داره که توی سیستم دفاعی این منطقه خاورمیانه که یه مشکلی توی به حساب سیستمای سطح 4 دفاعی سطح 4 که نودوستی هست وجود داره و اینا رو میخواد بدونی که کشدار بکنه، یعنی مثلا دوباره با این خشم برسه سعی میکنه از این چند تا دفاع بالا مثل آرمانی سازی خیال پردازی یا برون ریزی که با توجیه عقلی همراه باشه، با دلیل تراشی کمتری مثلا همراه باشه، چون این منطقه سیستمایی مثل دلیل تراشی داره، به این سمت بره. حالا اینا چند این سوال بوده، البته این سوالا بسته شده یه مقدار، خود این رفتارا بعضیاش جهتگیری شده بعضیاش هم جهتگیری نمیشه، یعنی اساس این ساختار اینه که شما سوال درست بپرسین، ولی به هر حال فشار روی این مسائل هم هست، یعنی دیگه کار زیاد باید انجام بشه برای این قضایا، باید کار زیادی انجام بشه. این الان بعضی از سوالا بوده که درک بشه که این سیستم دفاعی روانی و بحث روانی چیه، که یکی از بخش این پروژه بره توی بازیافت به حساب دفاعی پایین فرض کنید مثلا بازیافت خشم، و اینا نیاز داره که باز گروه های دیگه بیان، ولی خب الان در مهندسی ما نتونستیم برای این پروژه الان نیروی همکار آنچنانی به دست بریم. شاید از طریق مثلا فرض کنین آینده‌ای که تو این سال پرسیدن و هست و این شو کردن توی این زبان انگلیسی بشه مثلا با همکاری روانشناسان بیشتر روی این قضیه وارد شد و یه جوری حالا این اضافه شدن بهش توی همون آرمانی‌سازی خیال پردازی، یعنی یه بخش از این پروژه یه ویدیو و یه سری اطلاعات بهش اضافه میشه تو سایتش که مثلا شما حتی بحث روانی رو هم میتونید چیز کنید، و وقتی این با شبیه سازی کامپیوتری مطرح بشه مثل حالا فرض کنیم که از این سال نبود، وقتی با این نقشای مغزی و بحث روانشناسی مغز پزشکی ترکیب بشه امکانه این که یه سری درمان ها حتی ارائه بشه بر اساس این سیستم دفاعی و این مسائل هم به وجود میاد. البته این سوالیه که حذف شده توسط سیستم، حالا اینم یه دلایل خاصی داره دیگه، یا اینکه مسیرا داره این چیزی که تلاش کردن توی این پروژه هست داره از سمت همین کاری که روی رازی انجام داده و خود کاری که فروید انجام داده توی حدود 1894 داره تلاش میشه یه بخش از این پروژه هم برای این زمینه بازیافت واکنش‌های غلط مکانیسم‌های دفاعی غلطی که توی افراد هست این مکانیسم‌ها باز بشه، مسیرش مشخص بشه که چی هست
و بعد هم یه چند تا راهکار جدید ارائه بشه، مثلا بحث علمی پشت این قضیه هست که چطور توی مغز بخش مختلف تحریک میشن وقتی مثلا یه نفر خشمگینه، این کدوم بخش از مغز تحریک میشه و در کنارش مثلا همون انسازی فرافکنی، مثلا حتی میشه مثلا آزمایشاتی کرد که رو مغز دیگران هم آیا اون بخش های کنار تحریک میشه یا داخل خود مغز، مثلا اگر بخش خشم یکی از این بخش هاست کجاها دیگه تحریک میشه، یک گرافی به دست میاد، بر اساس اون گراف ممکنه مثلا چند تا دفاع دیگه هم گرافاش به دست میاد، پس کنید خیال پردازی آرمانی سازی گرافا به دست میاد و با این الگوریتم هوش مصنوعی و دانایی که ما نسبت به این قضیه داریم میتونیم پیشنهاد بدیم که شما واقعا میتونیم مثلا از این گرافی که شکل خشمه مثلا به یک گراف دیگه پیش حرکت بکنه ساختار مغزی و عملا هم با مثلا چیزایی مثل TMS میدان مغناطیسی ما میتونیم مثلا این کار رو بعد انجام بدیم، یعنی یه جوری حالا کار خیلی تهاجمی ممکنه باشه ولی به هر حال آزمایشات میتونن نشون بدن که اصلا کلن چقدر شیفت کردن از مثلا فرض کن یه دفاع پرخاشگری و همانندسازی و مثلا یه جسمانی سازی میتونه به جاش یه دفاع دیگه مثل خیال پردازی و آرمانی سازی وجود داشته باشه و بعد انرژی که تو این سیستم رو رشد میکنه بیاد رو دفاع بالی بالاتر مثلا توجیه عقلی، چون فرض کنین آرمانی سازی و خیال پردازیش یه بیس مثلا کامپیوتری داشته، فرض کنین مثلا همین ترجمه گوگل که صحبت میشه، اینا به هر حال بعضی میگن اطلاعات گوگل خیلی مقابل استناد نیست، برای همین مثلا میشه آرمانی سازی خیال پردازی باشه، به هر حال تلاشی که میشه یا هم خود این پروژه الان یه جور تلاش خیلی زیادیه که در حد آرمانی سازیه و بعضی ها این عبارت رو میگن مثلا این خیلی لاکچریه، ولی فشار زیادی که روی این تلاش زیادی که تو این چند زمینه انجام میشه مثلا و کنترل چند تا دفاعی که مثل پرخاشگریه باعث میشه که این به دفاعی بالاتر برسه، اگر نه پرخاشگری باعث میشه که مثلا فرض کنین سیستم بره روی مثلا چند تا دفاع پایین تر تبدیل بگیر مثلا. حالا اینو بحث روانشناسی دیگه، من ویدیو رو خیلی طولانی نمیکنم. به هر حال این کلیت داستان بود، امیدوارم حالا براتون جالب باشه و بعضی از این اطلاعات هم اگر بود برای کارتون استفاده کنین و بدرود متشکرم.